کنید توی شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی تحت شعبه 4 صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی تحت عنوان رژیم اینترنشنال میتونید برید توی سایت های اون بزنید پروژه حداکثری. افرادی که توی این پروژه کار کردن، تحقیقات کردن یا به قول معروف خوراک دادن به دولت آمریکا، به حکومت آمریکا، همه اون افراد زیر مجموعه های خانم برنده شفرم، از ولی نصر، پسر حسین نصر خائن بگیرید تا هومن مجد و این جک و جنوبرهایی که جدیدن پیدا شدن مثل معصوم قومی و امثال یادداشت خلا، تمام اینا زیر مجموعه خانم برنده شفرم. و خیلی جالبه دکتر مهراد، آقای رئیس جمهور آمریکا به اسم پرزیدنت ترامپ میاد توییت میزنه میگه جورج سوروس 15 میلیارد دلار هزینه کرده که به دولت من ضرر بزنه. توییتش رو توییت آقای ترامپ هست. اون وقت تیم وابسته به جورج سوروس تو دستگاه دولتی آقای ترامپ، از جمله همین FDD، از جمله همین خانم برنده شفر، از جمله اون انچوشکای دوزاریش مثل مریم معمار صادقی و دیگرانش که حالا بهشون میرسیم، سازگارا و این جک و جونورات سازگار. من فقط هم داریم راجع به محدوده ایران صحبت میکنیم، ما محدوده ایران ما داریم صحبت، ما به دیگر کشورها کاری نداریم. ببخشید سخن شما رو میبرم. شما چند روز پیش به درستی ما در یک با هم گفتگو میکردیم فرمودیم که پس از شورش 57 در تنها مقطعی که دو وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس جمهورش در گذر 3-4 سال ستاشون گفتن خلیج عربی، تیلرسون بود و بعد پومپئو بعد ترامپ، و به درستی این رو فرمود. بله، نه خیلی جالب بود دکتر. همه ریاست جمهورهای آمریکا از کارتر به این بعد از دید ملت ایران منفورن، حالا از دید حداقل بخش اکتیو جامعه منفورن، از اوباماش بگیر، بوشش بگیر، بوش پدرش بگیر، کلینتونش بگیر. و جالبه همه اونها نام خلیج فارس رو خلیج فارس، پرژین گلف میگن. دولت آقای ترامپ، هم خود ترامپ هم جفت وزیر امور خارجه‌اش میان و اون یکی نام جلی رو میذارن رو خلیج فارس، و متاسفانه این دولت میشه محبوب بخش اکتیو جامعه ما. این نتیجه چیه؟ نتیجه تبلیغاتیه که همین امثال بنیاد دفاع از دموکراسی ها یا FDD که حالا بهش میرسیم در ادامه برنامه توی ذهن جامعه ما کرده. شما نگاه کن دکتر مهران، شما توی هیچ کدوم از این شبکه‌های رسانه‌ای یا حتی جریان‌های سیاسی دیگه کلمه ملت ایران رو نمی‌بینی. خبر می‌زنن 5 بلوچ در ایران زندانی شدن، 10 کرد در ایران اعدام شدن، 5 نمی‌دونم عرب در ایران دستگیر شدن. آقا مگه اینا ملت ایران نیستن؟ درود بر شرفت. پس چرا شما نمی‌گید 5 ایرانی در خوزستان اعدام شدن؟ چرا نمی‌گید 5 ایرانی در بلوچستان؟ ببین این کلید واژه هایی که ملت ایران رو بخش، و متاسفم بگم خیلی از طرفداران به قول معروف نظام پادشاهی، حتی بچه های خود ماها میان و این خبرها رو به آبوتا پخش میکنن، 5 کرد اعدام شد، 5 بلوچ. آقا این کلمه، این کد واژه بخش کردن ملت ایران سرآغاز اون چیزیه که در آینده برنامه بهش میرسیم. یعنی تمام این اتفاقات باید بیفته که محمد خاتمی بیاد بگه فدرالیسم بهترین نوع حکومت برای ایرانه. تمام این اتفاقات باید بیفته که محسن رضایی که حالا بعدم بهش اسنادشو نشون میدیم باید بیاد بگه ما باید برگردیم به سیستم فدرالی و فدرالی ایران را مدیریت کنیم. دوره قجر برگشته دیگه. در زمان قجر، در قبل از اینکه رضا شاه بزرگ بیاد، دکتر عملا ایران تجزیه شده بود دیگه. جمهوری کردستان، جمهوری مهاباد، نمیدونم اون یکی شیخ خزعل بود، یکی شیخ میرزا کوچکان انگلی بود، اون یکی کنون پسیان بود، اصلا ایران رو رسما تجزیه کرده بودن. منتها پرانتز پهلوی، این پرانتز حکومت پهلوی، پادشاهی پهلوی، مشت محکمی بود تو دهن این مافیای جهانی که متاسفانه توسط خود ایرانی های خودفروش اومدن و این اتفاق رو رقم زدن، دوباره قاجار رو آوردن سر کار. حالا این بار نه دیگه به شکل قاضی محمد، نه دیگه به شکل شیخ خزعل، این بار به صورت قانونی میخوان ایران رو جداش کنن. چجوری؟
5 کرد در کردستان اعدام شد، 5 بلوچ در فلانجا فلان. همین 5 کرد 5 بلوچ وقتی میفته روی زبون ها عادت میشه، چیزی به نام ملت ایران غریبه میشه، اصلا کسی نمیشناسش. که شما فکر میکنید برای چی تلویزیون شهرام شارلاتان میاد صبح تا شب میکروفون میده به عثمان زرقندی که همه افتخارش مجسمه قاضی محمد کنارشه. بعد همون پس فطرت شهرام شارلاتان میاد میگه چی؟ وطن پرست ترین آدمی که تو دنیا میشناسه عثمان زرقندیه. ببین اینجوری دارن تو پاچه ما ملت ایران میکنن. نام جعلیش هم بفرمایید مردم بشناسنش. عثمان زرقندی با نام جعلی کاوه آهنگر. و طلبکار هم از تازه میگه چرا کسی نمی‌نویسه 5 تا کرد رو اعدام کردن. خیلی جالبه. بعد حسین بر میاد طلبکار میشه چرا بلوچا رو نمی‌نویسه. ایشون افتخار میکنه که مبتکر شعار تجزیه طلبان ایران متحد شویده. حالا دکتر مهراد ببین ننگ از این بدتر برای یه سری وطن پرستان نیست. من چند روزه با آقای حجت الله لاشی ببخشید کش جا افتاد حجت الله کلاشی درگیرم. میگم آقای کلاشی وقتی شهرام همایون خودش داره میاد با یار نزدیک خودش اعتراف میکنه مأموریت شبکه شهرام همایون فروش مبارزان داخل ایران به جمهوری اسلامیه، شما چه حرفی داری برشید با عثمان زرقندی بزنی؟ چه اتحادی داری با عثمان زرقندی بکنی؟ آیا غیر از اینه که تو به عنوان یک پانیرانیست بری بشینی بغل دست عثمان زرقندی تجزیه طلب، بری بشینی بغل دست مهدی خزعلی جمهوری اسلامی طلب و دیگرانشون ویکتوریا آزاد اقدس پشکوی تجزیه طلب و صحبت از ایران فردا در این قاب بکنی؟ یعنی چی؟ یعنی فردا تجزیه طلب حزب داشته باشه تو ایران؟ یعنی جمهوری اسلامی با این شکلش فردا حزب داشته باشه در ایران؟ یعنی مجاهدین خرزی که دستشون تا خرطراقشون تو خونه ملت ایرانه فردا تو ایران حزب داشته باشه؟ ما کی میخوایم یاد بگیریم دشمنمون رو بشناسیم؟ ما کی میخوایم یاد بگیریم با کی داریم مبارزه میکنیم؟ آیا در کشور فرانسه که 2/3 جمعیتش عرب تونسی و الجزایریه اونا حق ندارن به زبان مادری عربیشون صحبت کنن؟ اونا حق ندارن حزب عربی خودشون رو تو فرانسه بزنن؟ چرا این اجازه رو نمیدن؟ شما در الان دکتر مهراد گفت در آمریکا در هر کجا امکان نداره ایش کشوری اجازه بده یک حزب تجدید طلب تو شکل بگیره. حزب نژادی قومی بله. چرا به اسم دموکراسی میخواد اینو بچپونید تو حلق این ملت؟ و آقای حجت الله لاشی ببخشید تلاشی این ننگ برای امثال تو و منوچهر یزدی که بیایید برید بشینید بغل دست یه تجزیه. شما با تجزیه طلب حرفی نداری. شما اگه اندیشت ایرانی بودن پانیرانیست ایران شهریه اصلا با تجزیه طلب حرفی نداری بزنی. مگه میشه یه همچین چیزی؟ بفهمید جون کامل. من فقط یه مطلب رو بگم، اینا شاید بعضی وقتا دوستان وقتی باشون صحبت هم بکنید میگن ما به خاطر اینکه از میهن پرستان هم اونجا باشن، از پادشاهی خان اونجا باشن، حرفشون رو بزنن وارد این مسئله میشیم که دفاع کنیم از تمامیت ارضی کشور، در صورتی که دارن دروغ میگن. اینها یک سری افرادی هستن که نمیخوام بگم سواد ندارن، اتفاقا سوادش هم دارن، ولی فن بیانشون ندارن و نمیتونن در مقابل این ایران ستیزان دفاع درست حسابی بکنن و دفاع بعد بهتره که اتفاق نیفته اصلا. یک دومن در یک رسانه مثل رسانه شهرام همایون اصلا این میدون داده نخواهد شد. 3 دقیقه به این زمان میده، 3 دقیقه به اون یکی زمان میده، بعد شما نگاه میکنید 9 نفر رو آوردن، از این 9 نفر یه نفر پادشاهی خواست که 8 تا 3 دقیقه 24 دقیقه بقیه ایران ستیزا حرف میزنن، 3 دقیقه میخواد یه ایران کسی که میهن پرسته صحبت کنه، قطعا نمیتونه جواب بده و بازنده میدان هست. مضاف بر تمام اینها ورود میهن پرستان به یک همچین مقوله هایی، حتی پخش کردن برنامه هاشون به این عنوان که ببینید این ایران ستیز چه چیزی را گفت، این میشه مشروعیت دادن، ترویج و تبلیغ یک تفکر و اندیشه ضد ایرانی. ورود این افراد به این رسانه و ورود به این نوع برنامه یعنی بها دادن، مشروعیت دادن به یک اندیشه‌ای که
خب من تو را حالا قبولت کردم با این اندیشه و حالا اومدم باهات مناظره کنم. و این بزرگترین خطای دید بخش بزرگی از میانپرستان هست. دنیای سیاست دنیای شوخی نیست. اینها بعضیاشون دوست دارن دیده بشن و فکر میکنن از طریق این رسانه دیده بشن مردم میشناسنشون و غافل از این هستن که امروز مردم ایران چه در داخل و چه در خارج روی سخن من با بخش میانپرست مردم کشورم هست. افرادی که در رسانه های مثل صدای آمریکا، بی بی سی، مناتو، ایران اینترنشنال این برنامه ها رو میرن اجرا میکنن، مهمان های ثابت برنامه های این تلویزیون ها هستن، یا مثل همین تلویزیون های فکستانی لس آنجلسی، مردم ایران رو اینا زبدر و خط بطلان رو میکشن و اینها هیچ گونه ارزش دیگه پیش مردم ایران ندارن، هر چقدر هم میخوان میهن‌پرست باشن باشن، چون دارن به دشمن ایران میدون میدن، بها میدن و اتوماتیکوار وارد میدون و عرصه ای شدن که دست دشمن ایران رو به عنوان برنده دارن میبرن بالا. و اینجاست که صحبت شاهزاده رضا پهلوی در پیمان نوین که با ایران هستی یا با جمهوری اسلامی به اینها هم اطلاق خواهد شد. شما عملا دارید با جمهوری اسلامی همسویی میکنید با ورودتون به این برنامه. هر کسی هم میخواد باشه باشه، به غیر از شاهزاده رضا پهلوی رو بذارید کنار، هر کسی با هر سطح سواد و دانش و تجربه‌ای که هست فرقی نمیکنه، عمل کرد یک جایی به ضرر ایران داره تموم میشه و این 42 سال مردم ایران چوب همین ندونم کاری این دست افرادو خوردن که امروز میبینیم کشور مانند اسرائیل که سر و تهش رو جمع بکنی 9 میلیون جمعیت داره، بعد از 42 سال اینقدر قدرتش رو توسط آمریکا بهش لطف کرد، این گستردگی رو بهش ارمغان داد، باید به جایی برسه که مردم کشور ما هیچی نداشته باشن از نظر معیشتی، در قهقرا به سر میبرن، هیچ آذوقه‌ای نتونن تهیه بکنن، بیش از 70% از مردم کشور ما زیر خط فقر هستن و 90% از این 30% بقیه 20%ش هم دارن ناپلئونی زندگی میکنن رو خط فقر. این ارمغان این مدعیانی هست که 42 سال با یک برنامه کاملا غلط تو تله دشمنان ایران گیر کردن، هرچی هم بهشون میگی از این گوش میگیرن از اون گوش در میره و فقط حرف خودشونو میزنن. یه نگاهی هم بکنید، ما در ادامه برنامه میگم تو بخش FTD به این مقوله خواهیم پرداخت، بارها قبلا تو برنامه خودمون من یا جناب قاسمی گفتیم، شما نگاه میکنید طرف در یک اتفاقی مثل سال 88 مثل سال 96 در ایران بازداشت شده، بعد اومده بیرون یه دفعه سر از آمریکا در میاره توی واشنگتن. از کجا؟ کی اینا رو داره ساپورت میکنه؟ چرا چه در رسانه ها چه در یک محدوده دورور شاهزاده یک سری افرادی ورود پیدا میکنن که بعد تبدیل میشن به دو قسمت، یا یه قسمت هاشون میشن امید شریفی دانا و امیر عباس فخرآور و ایکس و ایگرگ و زد که میان عملا شمشیر میکشن برای شاهزاده و طیف پادشاهی خان، یا نه یک دستشون همونجا میمونن و ساز ناکوک میزنن به نفع جمهوری اسلامی قدم ور میدارن. بعد اینها رو ریشه هاشونی که نگاه میکنی تماما از یک فاضلاب اومدن بیرون. این مقصر ما مردم هستیم که با خطای دید داریم بهشون میدون میدیم. بفرمایید. من قبل از اینکه دکتر مراد بخواد ادامه بده برای یه توضیح بدم به این افرادی که میگن آقا به اسم دموکراسی ما میخوایم بریم سراغ دموکراسی و اجازه بدید ما با تجزیه طلبان وارد گفتگو بشیم. دوستان نتیجه گفتگوی با تجزیه طلبان رو شما در جنگ مدیریت شده قره‌باغ دیدید، کشتاری که اونجا اتفاق افتاد که حالا دکتر در برنامه‌های آینده یه سری ویدیوهاشون هم پخش میکنه. این نتیجه سازش و مماشات با تجزیه طلبان است. یعنی اگر در جنگ 8 ساله‌ای که به ملت ایران تحمیل شد به خاطر اینکه صدام حسین که دشمن اول اسرائیل بود رو ورداره و دکتر مراد اسنادشون نشون داد در کتاب
بوی خون فکر میکنم که پول خون رس. پول خون بوی پول خون پول بوی پول خون دکتر پول خون پول خون پول خون بله تو کتاب پول خون اولین بزرگترین بزرگترین دشمن همین آقای اسرائیلی در منطقه ارتش صدام حسین بود. من یه سوال میکنم اینجا دکتر مهران، یه سوال میپرسم، آقا مگه صدام دشمن اسرائیل نبود؟ مگه نه نخواست اسرائیل رو برداره؟ مگه خمینی نمیمد روز اول گفت مقبر اسرائیل اسرائیل باید نابود بشه؟ بله. چرا به جای اینکه خمینی مسلمان با صدام مسلمان دست بدن تو دست هم بر علیه اون یکی، چرا خمینی میاد پاچه صدام میگیره و اون یکی کمکش میکنه؟ دوستان فریب بزرگ شعار، دو تا شعاری بود که خمینی رو با این دو تا شعار خمینی تا امروز تونست ایران رو ویران کنه، یکیش مرگ بر این بود، یکیش مرگ بر اون. و شما میبینید تمام این سالها بر پایه این دو شعار دروغه. یک فشنگ جمهوری اسلامی تا حالا به سمت اسرائیل شلیک نکرده، یک فشنگ در طول 42 سال گذشته جمهوری اسلامی شلیک نکرده. خمینی سالی 16 میلیون بشکه نفت میداد به اسرائیل. تموم شده را. حالا اونا را بهش دکتر مراد میرسه. آقای حجت الله فلان، اگر این چیزی که شما دارید میگید منطقتون بود، در زمان اون جنگ 8 ساله جوانای ایران، زنان و دختران خوزستانی ایران و کردستانی ایران میرفتن، اینا هم با دشمن تجزیه طلبشون چون میخواست تجزیه کنه ایران رو دیگه، میرفتن مماشات میکردن، گفته بود آقا بیبشین با هم دیگه صحبت کنیم، چی میخواد؟ ارمنرود رو میخواد ببرده برو، چی میخواد؟ خوزستان رو میخواد؟ اینقدرش مال تو اینقدرش مال ما. نه آقا جان، تجزیه طلب مثل تجاوز به ناموسته، اگر وطن ناموسته، اگر هم نیست که جهان وطنی که میشه علی جوادی، او یه بحث دیگه است، ما بحثی با تو نداریم. ولی وقتی میای مدعی پانیلانیست میشی، مدعی ایران بزرگ و ایران شهری میشی، با حزبی که خودش در بلژیک اعلام میکنه با نمایندگان جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم میکنه و بعد شما میبینی یه سری مردم توی کردستان توسط سپاه کشته میشن، یعنی آدم ها رو اینا میفروشن، شما چه صحبت سازشی با اینا داری؟ چه جریان تو با اینا داری؟ چرا باید بشینیم با اینا بحث کنیم؟ چرا من باید با علی جوان مردی جاعش که میاد میگه من تجزیه طلب نیستم، جدایی طلبم، چه سازشی من با علی جوان مردی جاعش دارم؟ این چه منطقیه که شما به اسم دموکراسی دارید میبینید ایران داره نابود میشه، دارید میبینید ذره ذره خاک و آب ایران داره از بین میره، دارید میبینید 26% 50% دریای کاسپیان ایران رفت، دارید میبینید در خلیج فارس رفت، دارید میبینید سیستان و بلوچستان رو اون سدی که افغانستان اومد اون بالا زد به اسم کمال خان دارن نابودتر از اینش میکنن. این چه حرفیه که ما بشینیم مماشات کنیم، گفتگو کنیم، آزادی بیان و مزخرف، هر کیم بتونه حرف بزنه مدیر جمهوری اسلامیه. بابا شما که همتون جمهوری اسلامی. جدبان قاسمی گرامی، علی جوانمردی تو برنامه کردیش بارها گفته کردستان یه ولایت و چهار پارچه، یعنی کردستان یه کشوره با چهار بخش داره ولی یه کشوره. این یعنی چی؟ یعنی تجزیه ایران و کشورهای دیگه. حالا ما که میگیم کردها ایرانی تبارن و از ریشه ترین و اصیل ترین ایرانیانن. بعد آقای شهرام همایون روانشاد حقیقی و نمیدونم افشین نریمان میاره توی برنامه که اونا شهادت بدن علی جوانمردی از سر تا به پا میهن پرسته. من نمیدونم اینا کی میخوان آدم بشن، کی میخوان شیوه رفتاریشون رو تغییر بدن. بعد آقای شهرام همایون میگه که چه بسا آقای عثمان زرقندی همون با نام جلی کاوه آهنگری، چه بسا از ما هم میهن پرستر باشه. بعد آقا میگه، خودش میگه من رفتم آموزش‌های تروریستی چریکی دیدم و بعدش هم من مبتکر شعار تجزیه طلبان ایران متحد شوید. یه مطلبی هم که تو اینو بگم، تو آوا تودی میان مینویسن همون نام جعلی خلیج پارس رو به کار میبرن. بعد که شما هم دیروز فرمودین که آقا اومده گفته نمیدونم خلیج یهودی چی به کار بود، بهش میرسیم دکتر، بهش میرسیم. حالا دوستان ببخشید دکتر جان، تمام این صحبتایی که حالا وسطش صحبت شد رو
بذارید کنار، اصل جریان معرفی اندیشه‌ایه که این اندیشه توی ذهن خانم برندا شفره که مقام بسیار بسیار بالایی توی سیاست آمریکا و اسرائیل در منطقه ما داره و افرادی که زیر مجموعه این اندیشه و حقوق بگیر این اندیشه هستن رو ما در ادامهش معرفی می‌کنیم که یکیش همین علی جوانمردیه، یکیش همین احزاب تجزیه طلب هم که حالا در ادامهش می‌رسیم. اینو فقط خواستم سر هر و دست دوستان در نره. مرا جان لطفا برو روی تصویر دکتر خودش. خواهش میکنم. کدوان کمالپور گرامی، ما برای اینکه مردم ببینن که این خانم فقط بیکار ننشسته کتاب و مقاله تو خونش بنویسه، کوچکترین مسئله ای رو که مربوط به مسائل مثلا پان ترکیستی، پان کردیستی، پان عربیستی باشه با علاقه و شدت و حدت دنبال میکنه، یکی توی ورزشگاهی ازش یه صدایی در بره، این خانم تو توییترش منعکس میکنه، خدایی نکرده کسی گمان نکنه این کتاب رو من از خودم آوردم گذاشتم جلوم، ببینیم این خانم تو توییتر راجب چی نظر میده و چه چیزهایی رو دنبال میکنه. خواهش میکنم فرتورهای گروه یک، چون یکش رو نشون دادیم، از شماره دوش میتونیم آغاز بکنیم که مسابقه فوتبال در ایران اعلام کرده این خانم به زبان انگلیسی که مسابقات فوتبال در ایران همچنان زمینه‌ای برای اعتراضای اتنیکی است. حالا میبینید همین اینو تونستید زحمت بکشید؟ نه، عکسای گروه یک، اولیش که با سمیر شریفو به باکویی وزیر اقتصاد و دارایی اونجاست در حاشیه نشست سالانه ایپک، الان شماره دو به انگلیسی نوشته که مسابقات فوتبال در ایران همچنان زمینه برای اعتراضهای اتنیکی است. پیداش کردی؟ خواهش میکنم. خب ببینید الان متوجه میشین ما که چطوری ما هممیهنان ما یک درفش رومیزی کوچیک شیر و خورشید ببرن، خدا میدونه اونها رو به کجا از تو ورزشگاه میکشن بیرون خواهند برد، اطلاعات سپاه و داردسته نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، بعد پارچه نوشته میره توی ورزشگاه 10 متر 15 20 متر با رنگ سرخ که بچه‌ها روش نوشتن آذربایجان جنوبی ایران نیست به انگلیسی. خب این چطوری میره توی ورزشگاه؟ حالا دیگه حتما میتونید حدس بزنید. زنوزی تراکتور سازی یا تراکتور که خودش یه سپاهیه، الان هم میگن صدها میلیارد تومن یا بیش از چند هزار میلیارد پول و سرمایه داره، بعد به راحتی شعارهایی که علیه مثلا میگن مرگ بر کرد این پان ترکا و مرگ بر فارس و به رضاشاه بزرگ توهین میکنن و موارد دیگه، همه اینها با هماهنگی اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات، پان ترک با وزارت اطلاعات دوسته، وزارت اطلاعات با پان عربه به قول معروف مهر و محبتی با هم دارن، خلاصه نون و خون و جنازه یکی دارن دور همی با هم دیگه نوش جان میکنن. اینم این خانم صهیونیست یهودی اسرائیلی آمریکایی دقیقا دست رو این مسئله گذاشته. فرتور آها، بعد پای اینو از چی چیز کرده، اینو از کجا گرفته؟ از العربیه به انگلیسی که یک گروه خبری پان عربیستی خواهان تجزیه ایرانه که توش هم بخشی از پان عربای از ایران رفته کار میکنن و ببینید چی نوشته. لیسن تهران وی آر عربز. حالا بریم رو فرتور بعدی که دقیقا العربیه به این قضیه پرداخته و اونجا اگه میشه اون جایی که فقط نارنجی هست رو اگه بتونید بخونید سپاسگزار میشم. بله، نوشته من عربم، تو عرب هستی، اهواز عربی است. بله دقیقا، اینم یکی از این شعارهای کلیدی یا کلید واژه های اهواز العربی و توی بعضی از اون اعتراضا و راهپیمایی‌هاشون هم شعار میدادن اهواز عربی. اهواز عربی من بارها اینو گفتم، یکی از پلیدترین و غیر انسانی ترین شعارهای موجود در سده 21. من چون با اینها رو از نزدیک میشناسم، حالا امروز راجع به پان عربیست گفتگو نمی کنیم وگرنه این رو در یه برنامه میتونم باز بکنم. من خودم خوزستانی هستم، توی آبادان زاده شدم، چند سالی امیدیه خوزستان بودم، بعد اهواز بزرگ شدم، یعنی خوزستان رو خوب میشناسم و خیشاوندی دارم، با دو تا خیشاوند عرب زبان دارم و همیهنان عرب زبانمون رو هم دوست دارم. از 16 هزار
جان سپار راه ایران در زمان یورش عراق به ایران 8000 تاش دست کم از همیهنان عرب زبان ما هستن و این رو از یاد نبریم، روانشون شاد باشه. خب اهواز عربیه یک تزی پشتشه، یک برنامه است، یک برنامه کامل و جامع است. الاهواز عربیه یعنی کمک به ایجاد شرایط مصنوعی برای کوچ بیشتر غیر عرب زبان ها از خوزستان به استانهای دیگه به ویژه یا شهرهای مانند تهران و کرج و اصفهان و شیراز. الاهواز عربیه یعنی که اهواز یک کشور اشغال شده به دست به قول اینها فارسا در به رهبری رضا شاه بزرگ در 1925 و ما باید اینا رو از اینجا پرت کنیم بیرون. پس ببینید در برابر این شعارها سکوت نکنید همیهنان من، و وقتی میبینید جایی نوشته الاهواز عربیه، این پاسخی که میدین به این معنا نیست که خدای نکرده توهین به همیهنان عرب زبان شده. خیلی از خود همیهنان عرب زبان ما چندششون میشه از این پان عرب های مزدور استخبارات عربستان و استخبارات امارات و جای دیگه. خیلی از همیهنان عرب زبان ما، یعنی شمار قابل توجهی، به خاطر اینکه با اینها دمخور نباشند و بچه هاشون در حشر و نشر با اینها و دوروبریاشون آلوده به ویروس پان عربیسم و وهابیت نشن، اصلا خوزستان رو ترک کردن رفتن به شهرهای دیگه، در شاهینشهر، اصفهان، شیراز، نمیدانم تهران، کرج، مشهد دارن زندگی میکنن. خب خیلی از موارد گفته نمیشه. این رادیو تلویزیون های فکستانی بیرون از ایران اینا رو به شما نمیگن چون براشون صرف نمیکنه. مثلا آقای شهرام همایون براش صرف نمیکنه که شما بفهمید مارک ریچ کی بوده. مارک ریچ مأمور مخصوص میتیکومان یعنی خمینی بوده، 15 سال برای جمهوری اسلامی نفت میفروخته، از لحظه‌ای که خمینی پاش رو گذاشت رو خاک مقدس ایران، و از طرفی هم یه موسادی بوده، با موساد همکاری میکرده، در ارتباط با دولت اسرائیل بوده. در کتاب خاطرات خودش هم که امیدوارم در برنامه‌ای که ما در ماه اپریل یا آوریل داریم این مارک ریچ رو حتی میشه یه برنامه راجبش در رستاخیز با دوستان با هم داشته باشیم، که این مارک ریچ شخص ناشناخته‌ایه به دلیل متاسفانه خیلی موارد و مشکلاتی که این شبکه‌های فکستانی رادیو تلویزیونی دارن دیگه. و مارک ریچ میگه هم جمهوری اسلامی میدونست هم اسرائیل میدونست که من کمک جمهوری اسلامی میکنم، هم جمهوری اسلامی میدونست من نزدیک 16 میلیون بشکه سالیانه به اسرائیل دارم نفت میدم، هم جمهوری اسلامی میدونست من به اسرائیل، به دولتش، به موساد، به سرکردگانش کمک مالی میکنم یا کارهای خیریه میکنم. خلاصه میگم دیگه اینا همه برادرانه با هم دیگه در ارتباط بودن 15 سال دست کم، تا اینکه به قول معروف، و خیلی هم جالبه آمریکا هم دنبال این فرد بوده. حالا این امروز برنامه پیرامون ایشون نیست. ببینید این مواردی که ما نشون شما میگیم با همدیگه پیوستگی داره. شما در پایان برنامه خودتون میتونید به تصویرسازی، یعنی تصویرسازی براتون خواهد شد. فرتور شماره بعدی رو نشون میدین، اونجایی که گفته کردها ایرانی یا آریایی نیستن. این خیلی مهمه. من از هممیهنان کردمون خواهش میکنم برنامه امروز رو نگاه کنن، پخش کنن، به خاطر اینکه مطمئن باشید اون طرح اسرائیلی توران بزرگ بخشیش با کشتار کردها تحقق خواهد یافت، دست کم در سوریه و عراق و ترکیه. و شما گمان نکنید اسرائیل عاشق شماست یا نمیدونم دنبال این که کمک کنه به شما کردستانی گوره مثلا تشکیل بشه. نه، بخشیتون رو میبره زیر تیغ پان ترکیز، بخش دیگتون رو هم به عنوان کسایی که ژن یهودی دارین معرفی میکنه و بعد زمیمه اسرائیلتون میکنه. 100 سال اسرائیل نخواهد گذاشت چیزی به نام کردستانی گوره یا کردستان بزرگ تشکیل بشه. 8 بار فقط به اعتراف خود شما پانکوردها، چون پانکورد رو از همیهن کرد من جدا میدونم، پانکورد موجودی است که به هر کسی که به پول بش بده براش مزدوری میکنه، و بعد از صدام حسین تکریتی که 180,000 ایرانی تبار کرد در عراق رو از زن و مرد و پیر و جوان و کودک و شیرخواره نجات کشی کرد و به طرز فجیعی کشت و در بعضی جا زنده به گور کرد، در فهرست کرد کشی
مقام دوم رو گروه های تروریستی پانکردی دارن، نمیدونم پسمرگه، گودزیلا، نازیلا، نمیدونم این از این چیزا و کوموله و موموله و پژاک و اینها. پس یادتون نره پس از صدام حسین تکریتی که 180 هزار ایرانی تبار کرد در عراق رو کشت، چون کرد هر جا که باش، هر جا که کرد هست آنجا ایران است، و این خود بزرگان کرد هم گفتن، هم از ملا مصطفی هم از یکی دو تن دیگه شنیده شده. خب پس از صدام حسین تکریتی در فهرست کردکش ها گروه های پانکردیستی هستن. پس پانکرد که باید بهشون جاش گفت، که من علی جوانمردی هم باید بهش گفت علی تجزیه هم علی جاش، علی جاش خودش میدونه جاش یعنی چی و باید گفت علی جاش، یا اگه می‌نویسید علی جوانمردی تو پرانتز بنویسید علی جاش، خودش متوجه میشه. پس پانکرد رو از کرد جدا بکنیم همیهنان گرامی. اینو بزرگواری میکنید اون بخش قرمز شدهش رو بخونید. خب دارن خب زمینه رو دارن برای زمینه کردن بخش های از اون دجله و فرات به اسرائیل بزرگ یا ایریتس اسرائیل فراهم میکنن. بقیهشون هم که به قول گفتنی به خاطر سادگی ایرانیان ایرانی تباران کرد در شوربختانه برخی از این همیهنان ساده دل و خوش قلب خوش دل ما، بخشی دیگه شون هم در عراق و سوریه و ترکیه گرفتار چنگال های پان عرب ها و پان ترک ها خواهند شد. من امیدوارم درس بگیرن این پان کرد ها که متاسفانه به گفته خودشون تا حالا فقط 8 بار آمریکا سرشون کلا گذاشته. من نمیدونم یک انسان خردمند از یه سوراخ چند بار باید گزیده بشه. حالا بریم ببینیم این هم یه طرح موسادیه همیهنان گرامی. بریم ببینیم این صهیونیست های پارسی دان، چون اینا ایرانی که نیستن به گفته خودشون، سرزمین پدری دارن، حالا دیگه برخیشون برگشتن اونجا، الان دارن مزدوری موساد رو میکنن. بنجامین لوی، ببینیم بنجامین لوی به عنوان یه آدم، یه شهروند اسرائیل که پارسی رو هم میدونه و صهیونیست پارسی دانه، آیا از این گفته که دیدگاه رسمی از دید من موساد هست و دولت اسرائیل، آیا این آموزش ها رو گرفته؟ کامنتش در راستای همین مقاله العربیه هست یا نه؟ سپاسگزار میشم. در کامنت نوشته شده اکثریت کردها ریشه یهودی دارند. بنجامین لوی: اکثریت کردها ریشه یهودی دارند، باید اسرائیل بیشتر از این کردها را ساپورت کند. من یک کرد یهودی هستم، اسرائیل در قلب من است و اسرائیل خانه ماست. که منم براش پایینش نوشتم به گور خواهی برد صهیونیست راسیست. خلاصه ببینید خیلی جالبه اینا، به خاطری که الان خیلی از این یهودیایی که از اروپا اومدن یا سگ نگه میدارن یا گربه یا یه بچه دو بچه، زیادم بچه دار نمیشن. یه بخشیشون هم که همجنسگرا هستن اونجا راحت دارن آزادانه زندگی میکنن و جمعیت اسرائیل داره پیر میشه. برای همینه که یک افسانهی به نام 10 قوم تیره گمشده یهود را انداخته، چنگالش داره میکنه توی تاریخ و فرهنگ ایرانیان کرد، از اون بر پشتونها، از اون بر این و اون دنبال آدم میگردن برای افزایش جمعیت اسرائیل که بتونن گستره ایریتس اسرائیل یا همون اسرائیل بزرگ رو پر بکنن. حالا ما ببینیم که این پانکوردهایی که این همه پانکورد ترکایی که این همه مورد حمایت خانم برندا شفر و نمیدونم ننه قمر و موساد و
برنارد لوئیس و برنارد هانری لوی و بابا بزرگشون سوروس و اینا هستن چیکار میکنن بعضی موقع تو ارومیه و تو جاهای دیگه؟ میشه اون پارچه نوشته رو بخونید؟ بله، نوشته کردهای مقیم آذربایجان در صورت عدم تخلیه در صورت عدم تخلیه ما خلق ترک نشین در یک ماه آینده تاوان سنگینی را خواهید داد. جنبش ملی آذربایجان جنوبی 21 شهریور 1394. بله، اینا عدم تخلیه مناطق ترک نشین. بله، اینا پان ترکا پان کردها را به نجات کشی تهدید میکنن، پان کردها پان ترکا را به نجات کشی تهدید میکنن. و ببینید وظیفه ما به عنوان ایرانی میهن پرست اینجا چیه؟ ما باید سینمونو در برابر هم میهن کردمون در سینمونو برای هم میهن کردمون در برابر این پان ترکای وحشی سپر بکنیم. از اون سو هم باید وظیفه سنگینیه، از اون ورم باید سینه‌مون رو در قبال پانکوردهای تروریست سپر بکنیم برای پشتیبانی از زن و بچه های هممیهن آذری ما. ما اینجا خیلی کار باید انجام بدیم. اینجا اینقدر در برابر ما چاه و چاله گذاشتن، ببینید چه وضعیتیه. از اون ور یه پانکورد معروفی به نام پیمان حیدری میاد میگه سراغ تک تک شما ترکا میایم سر همتون رو میبریم. از اون ور اینا پارچه نوشته میزنن تو ارومیه چند سالیه میگن به هم زن ندین و این بر و اون بر دو گروه ها تبلیغ میکنن. مثلا پانکرده تبلیغ میکنه که کردها نباید مثلا با آذری ها ازدواج کنن، اون پانترکه تبلیغ میکنه که آذری ها نباید با کردها ازدواج کنن. تو ارومیه شبنامه پخش میشه که به کرد زمین نفروشین، به کرد خونه و باغ نفروشین، کردها رو توی مغازهاتون فروشگاهاتون به کار نگیرید. خب ببینید اصلا چه بلبشوی مشتی بیمار روانی راسیست انسان ستیز و صد البته ایران ستیز هر غلطی میخوان میکنن. یه عده از این مزدورای صادراتی توی نمیدونم تو آمریکا و تو کانادا و تو اروپا و تو جزیره نمیدونم سال پالماس لاس پالماس چیه نشستن میگن اقتدار، نمیدونم شیعه آریایی، یه مش دیوانه ای که از خودشون دیوانه تر فکر نکنم تا کنون اومده باشه. فرتور بعدی رو میتونید گذرانشون بدید. برندا شفر داره تبلیغ میکنه که 100% ایران میخواد به اگه آمریکا چنین بکند ایران به عربستان و امارات، یعنی دارن همون پروژه ایران حراسی رو که با همکاری 100% جمهوری اسلامی عربی آب رو دارن با آسیا به اسرائیل بزرگ میریزن. بعد بریم حالا ببینیم داوید استیونز چی میگه. اینم از این صهیونیستای پارسیدانه. اینا رو به عنوان نمونه پژوهشی و کار تحقیقاتی این نوشته ها و این آمارگیری های اندیشه و شیوه تفکر خیلی به درد میخورن میانان گرامی. اینا رو توی فیسبوک یا اینستا جای دیگه میبینید، میتونید دنبال بکنید و برای خودتون نگه دارید، به دردتون خواهد خورد. خدمت عرض کنم دیوید استیونز نوشته برای کشور اسرائیل است. البته کشور اسرائیل هم یک امپراتوری بزرگ است که متاسفانه بخش‌های بزرگی از این کشور اشغال شده، بخش‌های بزرگی از اردن، عراق، ترکیه و ایران. بابا اینا کلا رد دادن. بله کل اینا الان یکی دو سالیه که لنگو پاچه‌شونه تا ایران هم دراز کردن. یعنی ببینید وقتی علی جوانمردی که کدوان قاسمی میتونن به خوبی بزرگواری کنن توضیح بدن درباره خلیج یهودی، حالا هر موقع خودشون صلاح دونستن بگن، بی دلیل نیست که علی جوانمردی میاد این حرف رو میزنه. چون اینو من نمیدونستم اینا از کدوان قاسمی. بله هدایت شده است، اینا با هماهنگی کامل و دارن پول میگیرن که این اندیشه ها رو پخش بکنن، در رابطه باهاش حرف بزنن، صحبت کنن. اون قرم قرمیه که بعد یه دفعه همیانان ما بلند میشن میرن با یه واجعی روبرو شدن که دیگه هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد. و امروز حالا من یه خواهش از شما دارم، از علی جوانمردی دفاع میکنن. جالبه خیلی هم از علی جوانمردی دفاع میکنن، میگن میان پرسته دنبال دروغاش میرن، میگن دیگه شراب و مایی روانشاد حقیقی و نمیدونم افشین نریمان آورده بود ازشون اعتراف بگیره که یعنی بیان به نفع جوانمردی شهادت بدن. که اصلا من برای من اصلا چی بگم؟ ببینید کدوان میتونید عکس ها رو ترتیبش رو نگه دارید. یه وقت هم میهنان ما فکر نکنند که مثلا سروش مهراد زده به سرش رفته مثلا یه فیسبوک باز کرده به نام داوید استیونز، اومده اونجا کامنت گذاشته که مثلا بله ایران هم مال ماست.
واس ماس، ایران هم باید ما بخشیش مال ما بشه. خب فکر نکنن اینو من از خودم یا شما رفتید خدای نکرده یه داوید استیونز مثلا درست کردین و اینا. ببینیم این طرز فکر تو کوچه خیابونای تلاویف، تو کوچه خیابونای اورشلیم، توی حیفا، توی این ورونورم شنیده میشه. آیا اون دست فروشه توی خیابون یا اون ساندویچ فروشه یا اونی که داره سبزی میفروشه یا اونی که داره پارچه میفروشم، از این حرفایی که آدم شاخ رو سرش سبز میشم میزنن یا نه خدای نکرده سروش مهرادی، سعید قاسمی، مهران کمالپوری رفتن خودشون پشت داوید استیونز پنهان کردن؟ مگه ما دیوانه ایم؟ حالا به هر روی ببینیم آیا چون نمیدونیم کی پشت این داوید استیونز 100%، بریم ببینیم که خود آزاداندیشان یهودی که حالشون دیگه داره از این همه پدرسوختگی صهیونیستا به هم میخوره، یه سری کارهای انسانی دارن انجام میدن، ببینیم اینا چی. ویدیو شماره 1 رو اگه بزرگواری کنید، فردی به نام کوری گیل شوستر، خودش یهودیه و عبری هم سخن میگه، از 1 دقیقه و 8 ثانیه تا دقیقه سوم. من اینم بگم، یه رستوران داری اونجا، حالا یکی تو رستوران نشسته، از اون میپرسه، اون رستوران داره ناراحت میشه، ساندویچ فروشه اون جواب میده، اسمش موتیه، از تلاویو، میگه تنخ عهد عتیق به ما وعده سرزمینی ها رو داده که امروز ایران، سوریه و عراق و دیگر سرزمین ها میان نیل و فرات تا ایرانه، ایرانم میخوان. ما امروز فقط داریم در بالکن خانه‌ای که متعلق به ما زندگی میکنیم، یعنی ما الان تو بالکنیم ولی هجوم میاریم تو و بقیه خونه رو هم تصرف میکنیم. این دیگه ما که نیستیم که، این خود آقای چیز داره اینا رو میگه، آقای موتی، یک ساندویچ فروشی داره توی تلاویف، از 1 دقیقه و 8 ثانیه تا 3 دقیقه که پر شد میتونید قطع کنید. این به زبان انگلیسی هم هست. سپاسگزارم ازتون. הוא שאל, למה אתם הוגים ערבים, והאמת זה היה, למה אתם הוגים ערבים וגונבים מהם את האדמה? כי מהמבט שלו, אנחנו באנו, כבשנו ישראל, כאילו, אני לא מדבר על השטחים. ישראל בא, כבש את הערבים, זרקו אותם, זרקנו אותם. אלה, before we need to learn the history, that this is then this promise for us. אז תגיד את זה, למה אמרת את זה? לא, זה 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 לא, big land, even better, even bigger than what we are staying today. For example, it's called from the river Prat and Hideke, who are today in the countries who are called Iran and Iraq and Syria. All this area is our promised land. So today we are just living in our balcony and not full house. Okay, now they're going to ask, so you want to conquer all that? This is things who belong to religion. As a nation here in Israel, we are interesting just to keep what they promised us from 1948. This is our land, what the nations tell us, okay, this is the border between Syria in Israel, Lebanon in Israel, Jordan in Israel, Egypt in Israel. Okay, so we are not interesting. بله بفهمید. خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. دیدید که آقای موتی که ساندویچ فروشی دارم همون حرفی رو به انگلیسی داره میزنه که آقای به قول معروف داوید استیونز میزنه و به قول گفتنی بنجامین لوی میزنه. اینا همه دارن یه حرف میزنن و مشخصه که خبرایی هست. حالا ببینیم کامنت فرتور بعدی رو نشون بدیم از گروه 1 که اون حالا اشاره داره که به تظاهرات علیه ارمنی ها در تبریز و اون شعار قره‌باغ می‌زیندیر که حالا اونو میتونیم در آپریل بیشتر بازش میکنیم. بریم بعدی ببینید کوچکترین مسائل درباره رویدادها رو، یه
یک گفتگو یا مشاجره ساده قومی رو هم این خانم برندا شفر دنبال میکنه و بهش میپردازه و بزرگش میکنه، از دید تبلیغاتی پوششش میدن و برجستش میکنن که بتونن ازش بهره برداری که میخوان رو بتونن داشته باشن. ببینید توییت هم درباره فیلم حجازی فرده که یک کارگردان که میگه اونجا با هم کارگردان که البته خودشم بعدن واضح مشخص شد، خود روزنامه نگاری هم که این پرسش رو کرده بود که حجازی الکی برای ایجاد جنجال عصبانی شده بود و به خبرنگار گفته بود فاشیست، خبرنگارم خودش از هممیهنان آذری ما بوده، ازش پرسیده بود که مثلا این چی شویه که مثلا فیلم میسازید به زبان پارسی بعد طرف توش مثلا ترکی یا عربی صحبت میکنه بعد شما زیرنویس میذارید، ازش همچین پرسشی کرده بود. حالا این رو نشون دادید که ادوار خواهش. حالا کامنت بعدی هم دوباره یه دونه از این صهیونیستای پارسیدانه که نامش رو به عبری نوشته دانیل منفرد که خودش رو کرد جا زده، ولی خب توی پایان کامنت گند ماجرا میاد بیرون، چون اول میگه ما کردها، بعد میگه پدر ما ابراهیم هم یکی نمیدونم کرد بوده. خب تو اگه کردی پس پدر ما ابراهیم هم فلان بوده چیه؟ خب تو اگه یهودی پس تو مثلا با کرد چه ارتباطی داری؟ کرد تبارش آریایی، تو سامی هستی، تبار دوتاتون محترم، ولی پدر سوختای موسادی. شما اینقدر یاد میگیرید خوب دروغ بگید دیگه، چون از بام تا شام دنبال به جان هم انداختن ملت ایران و تغییر هویت و آسیمیله کردن تیرهای ایرانی. من نمیدونم آقا برید از اسپانیایی انتقام بگیرید که دار ندارتون رو دزدیدن، از پرتغالی، از انگلستانی که 600 سال میگفت شما نجسین و پاتون رو نباید رو خاک انگلستان بذارید، برید از اروپاییایی که این همه ازتون کشتار کردن. ما با شما چه کار کردیم که شما یا دستون رو کرد میذارید، یا الان جدیدن یکی دو سال اینم لنگو پاچتون رو کشوندین نیلوفرات کم بود، الان دیگه وارد مرزهای ایران هم شدین، میگید ایران هم میخوان، فردا حتما میگین دانیال تو شوشه، حبقوق یا هیبوخ تو تویسرکانه، نمیدانم سمایل نبی تو عراقه، استر مردخای خیالی هم داخل همدان، پس اون تیکه هم مال ماست، واسه ماست. خب شما چی از جون ما میخواین؟ شما که ما این همه به شما خدمت کردیم، کمک کردیم، زیر بال و پرتون رو گرفتیم در هنگام سختی گرفتاری، اصلا از نابودی شما رو نجات دادیم، بعد شما به بهانه اشتراک 80% باورهای مذهبی با عربستانی ها و کینه‌ای که از شیوه زیست ملت ایران داشتیم، شاید نمیدونم در اکثر جای ایران دروازه های شهرها رو روی عربا باز عربستانی ها باز کردید، باز در جنگ جهانی دوم برخی از دیپلمات‌های ایرانی گذرنامه ایرانی دادن، یهودیان اروپایی رو نجات دادن یا یهودیان ایرانی که تو اروپا بودن. شما الان چیکار کردین؟ افتادین به جون ملت ایران می‌خواید تیکه پارش بکنید، از اون ور پشتونای ایرانی تبار رو میگین اینا نمیدونم تیره گم شده یهودن، از این ور کردا میگید یهودیان، از اون ور من یه ویدئویی دیدم چند هفته پیش میگفت برخی از پادشاهان ایران یهودی بودن، پارسی واژه یهودیه و نمیدونم پارسی زبان ها هم یهودی هست. شما دیگه همه رو به قول معروف، من نمیدونم یه واژه‌ای نمیخوام به کار ببرم بی تربیتی میشه، ولی شما دارید به پاچه همه فرو میکنید دیگه، خجالت بکشید، عقده‌هاتون و کینه‌هایی که از این اروپایی‌ها وحشی که شما رو نجات کشی کردن چند بار سر ملت ایران در نیارید. یه جا ملت ایران سر یه بزنگایی جلوتون رو میگیره، اون موقع دیگه نمیتونید درست نفس بکشید. جمهوری اسلامی رو که بر گرده ملت ایران سوار کردید تا ابد در حال دوشیدن و کشتن و سربریدن ملت ایران نخواهد بود. شما فکر کنید تا ابد مثلا نمیدونم فکر کنید آمریکا و مثلا اروپا دستش پشت کمر شماست، شما توی این منطقه میخواید با مردم این منطقه زندگی بکنید، این همه تولید کینه و دشمنی شما رو به کجا میرسونه؟ کرد رو میندازی به جون ترک، ترک رو میندازی به جون پارسی زبان، پارسی زبان رو میندازی به جون عرب، عرب رو میندازی به جون پارسی زبان و بختیاری و نمیدونم دیگران. چی میخواین؟ دنبال چی میگردید؟
بگید شاید ما بتونیم از این حالتهای روحی روانی و این کینه و دشمنی و پدرسوختگی و بدبختی و انسان ستیزی که توش افتادیم بتونیم به شما کمک بکنیم. ببینید شما، من به همیهنان یهودی، به ایرانیان یهودی احترام میذارم، خطابم با شما صهیونیستای پارسیدان مزدور موساده که نون میخواید بزنید تو خون ملت ایران و بخورید، که از شما کثیف‌تر پیدا هم نمیشه متاسفانه، یا حالا بگم خوشبختانه، نمیدونم چی. اولین برقراری ارتباط، آیه دکتر، ما ایرانی ها دکترای روانشناس زیاد داریم، باید یه سری دکتر روانشناس بفرستیم برن تو موساد اون برا اینا رو معاینه کنن، ببینن مشکل روحی روانیشون چی هستن. کلا درود بر شرفتون، اصلا اینا از بام تا شام همینطوری نشستن، یه بار کرد میشن، یه بار لور میشن، یه بار بلوچ، یه بار پشتون، به اون فوش میده، این به اون فوش میده، اصلا معلوم نیست چه خبره. این کامنت این صهیونیست پارسیدان ساکن اسرائیل رو بخونید لطفا، نمیدونم چی چیه، دانیل منفرد، امیدوارم نام خانوادش که چون عبری من خیلی خوب نیست، اینو امیدوارم درست خونده باشم نام یه چیز یه باریکیه در آخر گروه یک. چون یکی از همیهنان ایرانی یهودی پاسخ خوبی بهش داده بود، ولی خب نمیخواستم چون بانو بود ایشون بیفته تو این عکسی که من از کامنت این صهیونیست پارسیدان گرفتم مزبور موساد. اونو من دیدم توی یه گروه دیگه برام فرستادین، در گروه یک نیست این، چرا تو گروه یک زدم 1/11، یعنی بعد از اون توییت درباره فیلم حجازی فرق بود. حالا تا دکتر، حالا تا جا کامپرو پیدا میکنم، من چند تا مطلب رو بگم. اولین چیزی که از دوستان خواهش میکنم، لطفا برنامه رو هم توی یوتیوب هم توی فیسبوک حتما یه بار دیگه هم یارو پخش کنید. برنامه بسیار بسیار مهمیه، مطالبی که توش گفته میشه شاید خیلی ها الان کسی از دوستان شاید بگن آقا الان نشه مثلا چه ربطی داره این صحبت ها، ولی من باز برمیگردم سر هدف برنامه دوستان رو. هدف از این برنامه و مجموع برنامه هایی که در آینده میبینید، شناساندن سناریوها و خوابهایی که برای کشور ایران و برای ملت ایران دیدن به اسم دموکراسی و به اسم مماشات با گروه های تجزیه طلب، و متاسفانه بعضی هاشون هم پشت لباس پادشاهی خواب و پرچم شیر خورشید، شخصی به نام برندا شفر، اندیشه که این شخص داره داریم باز میکنیم که اندیشه چیه. وقتی شما اندیشه رو بدونید، وقتی طرز تفکر رو بدونید، بعد مجموعه هایی که زیر نظر این خانم دارن اداره میشن، به یه شاخش که اون یه شاخش بسیار بسیار گسترده است، اسم FDD در خارج و در داخل اصلاح طلبانی که حالا بهش میرسیم. دکتر مراد، این شخصی که الان شما در مورد فیلم سینمایی ازش صحبت کردید، ما در ادامه در چارت رو نشون میدیم، چارت سیستماتیک و سازماندهی شده بنیاد سروس رو در داخل ایران و در خارج. اتفاقا یکی از بخشای کلیدی به قول معروف فعالیت سروس در قسمت سینما و کارگردانهایی که حقوق بگیر این بنیاد هستن، مثل رسولوف، مثل اون یکی حسین پناهی نمیدونم چی بود اسمش، و خیلی های دیگه که جان جعفر پناهی ببخشید حسین پناهی روح شاد فوت کردن، جعفر پناهی و امثال اینها. یعنی اینها دست راست که در داخل ایرانه و دست چپ که در خارج از ایرانه، کاملا هماهنگ با هم دیگه پاسداری میکنن. که حالا خانم برندا شفر بیاد یه همچین توییت رو بزنه، فیلم ساختن به اون زمانهایی که در موردش صحبت شده. اما کار بسیار ارزشمندی کردیم، به راستی خسته نباشید، من قصد چاپلوسی ندارم، این کار بسیار بزرگیه که ده ها بار باید راجبش گفتگو بشه و مردم ببینن، و این برنامه ده ها بار باید بازپخش بشه. کار بسیار سنگین طاقت فرسایی بود که شما انجام دادید، ازتون سپاسگزاری میکنم. خواهش میکنم، اون الان پخش میشه در ادامه این برنامه و قسمت بعدی برنامه‌های توی همین سلسله برنامه. ولی دکتر مراد، یکی از مسائلی که این دلغکان پانهای پان ترکیسم و نمیدونم پان کردیسم و پان عربیسم و حیات آشغالا، یکی از بهانه‌هایی که همیشه دارن میارن و دلیل مشروعیت خودشون میدونن، یعنی این طایفه مزدور جدا از ملت ایران، دکتر مراد فرمودن پان کرد، کرد نیست، کرد نماست، در لباس کرده، مزدوری در لباس کردی، مزدوری در لباس ترکی،
و مزدوری در لباس عرب، اینا پانها هستن. اما یکی از بهانه هاشون اینه که فارس ها به ما ستم کردن. آقا شما بیاید به من نشون بدید که قوم فارس به من نشون بدید. قوم فارس در ایران کیه؟ ملت فارس، ملت ایران، ملت پارسی بوده که این ملت تیرهای مختلف داشته، کرد داشته، لور داشته، گیلکی داشته، آذری داشته و امثال اینا. اما دلیلشون اینه دکتر. من سوال میپرسم، آقای علی خامنه‌ای رهبر الدنگ جمهوری اسلامی که 36 ساله داره ایران رو غارت میکنه، ایشون آذریه، محسن رضایی که از ابتدای وجود کثیف جمهوری اسلامی بوده، همه کاره بوده تا امروز، ایشون مسجد سلیمانیه، بختیاریه. بیژن زنگنه که مافیای نفت ایران دستشه، نماینده مافیا در قسمت نفت ایرانه، ایشون کرده. آقای شمخانی عرب خوزستانیه، عرب زبان. خلخالی هم آذری بود. خلخالی هم آذری. آقا بازار تهران شما اگه الان بری، از 100%ش 99%ش آذری هم. و برید توی ارگانهای دولتی، تو رده های میانی و بالایی مدیریتی کشور، اکثرا آذری هم، نمیدونم کردن، نمیدونم فلان. ما که نباید جنایت جمهوری اسلامی یا جنایت شمخانی رو بیایم به پای خوزستانی یا هموطنان خوزستانی رو بنویسیم. ما که نباید بیایم جنایت علی خامنه ای رو به اسم آذری ها و آذری های ایران بنویسیم. نه، هرگز جنایت اون جانوران به پای تیرشون نوشته نمیشه. اما چرا آشغال های مثل علی جوانمردی جاش و امثال اینها میان مدام میگن کردها تحت ظلم فارس ها هستن؟ کدوم فارس؟ شما تو همین هیئت دولت خاتمی، روحانی، احمدی نژاد، بیاید این کابینه رو معرفی کنید، ببینیم کی از کجا اومده. ما ملت ایران بدبختیمون اینجاست که به جای اینکه ریشه رو هدف بگیریم، ما رو میفرستن دنبال شاخ و برگ‌های اضافه. شما هرچی شاخ و برگ‌ها رو بچینی، دوباره این دوباره جاش رشد میکنه. ملت ایران گرفتار یک رژیمی هستن که این رژیم دست نشانده مافیای جهانی برای دو هدف در ایران بود. یک، زمین سازی و تثبیت کشور اسرائیل در منطقه. دو، نابودی ایران و زمین سازی تجزیه ایران. همه ملت ایران، چه از اون دور افتاده ترین نقطه سیستان و بلوچستان تا آذربایجان شرقی و غربی تا خراسان تا برو به جنوب ایران، تمام این ملت تحت ظلم و ستم این رژیم دستشانده مافیاست. هر کسی اومد به شما گفت قوم من، یا نمیدونم، حالا یه سری هم میگن ملت من تحت ظلم فلانه، مطمئن باشید اگه شلوارشو بکشید پایین، در کونش یه مهر صهیونیست خورده. اصلا شک نکنید. اینجا اونجاییه که این رسانه ها میان ملت ایران رو تقسیم میکنن به 5 کرد، 5 بلوچ، 5 عرب، 5 نمیدونم فلان. یکی دو سال هم از سعید جان بحث اتنیک اومدن دارن جا میندازن، با واژه اتنیک بازی میکنن با افکار مردم که بگن این مثلا بحث اصلا تجزیه طلبی نیست، بس جدایی طلبی نیستش، و با این واژه هم دارن مردم رو فریب میدن که آقا ما دنبال چیزی به اسم تجزیه نیستیم. فقط اینا بازیه با کلمات، اینا رو حواستون باشه. حالا یه چیز جالب جناب کماپوش شما الان گفته دکتر مهران در ادامه بهش میرسه، در کتاب همین برند شفه این واژه اتنیک رو دو تا انگل انداختن سر زبونای تجزیه طلبا، دو نفر، یک حسن سازگارا، دو حسن شریعت مداری.